نگاهی به سایت های عرفانی. این روزها شاهدیم که هزاران سایت عرفانی به زبان فارسی وجود دارند که این عنوان را به یدک می کشند و دم از خودشناسی و معرفت نفس می زنند. ولی دریغ از حتی یک مقاله که یکی از مسائل انسان امروز را از منظر خودشناسی و مفاهیم عرفانی تحلیل کند و راه حلی ارائه نماید و یا لااقل تفسیر به الفاظ عرفانی کند. با نگاهی میتوان این سایت ها را به چند دسته کلی تقسیم نمود. برخی عرفان را همان عوالم شعر و استعاره و خلصه و تفاسیر هپروتی و مالی خودیایی آثار قدما می دانند که فقط مختص اهل فن است و تنها خاصیت عملیش در یک دکان یا حجره است که یکی حقوق می گیرد و دیگران درس و مشقی می نویسند و کوس انالحق می زنند. برخی دیگر رمالی و کفبینی و دعا و برد و گیاه درمانی و هیپنوتیزم و جنگیری و احضار روح و تفسیر خواب و امثال هم را عرفان می دانند و بدان مشغولند. از عرفان جز مکتب اصالت حماقت و جنون را تداعی نمی کنند. و اما گروه سوم که به ظاهر عملی ترند، همان الفاظ و کلیشه های فرویدی و یونگی و به تازگی کلمات قصار اوشوی و کریشنامورتی و دونخوانی را عرفان می پندارند. و برخی دیگر از خودشناسی فقط اصطلاح خودشناسی را می دانند که گویا بسیار مهم است و بزرگان به آن سفارش نمودند. و نیز برخی با معجونی از یوگا و ورزش های رزمی و مدیتیشن موفق به ابداع عرفان مدرن شدند و نیز عده‌ای هم مشغول انرژی فروشی هستند و خلاصه کارشان توزیع انرژی مثبت در همه جاست و این است عرفان. خلاصه این که از این عرفان‌ها همه چیز در می آید جز خودشناسی و معرفت. دوره ای در کشور ما هر کسب و کار و مسلکی با پسوند اسلامی و انقلابی توجیه و تقدیس می شد و وارد بازار می گشت و جواز کار می یافت و گویا اینک نوبت عرفان است و شاهد تولید و به بازار آمدن داروهای عرفانی هم هستیم. یکی از علل این اپیدمی و مرض مالی خولیایی رونق همه جایی انواع مواد روانگردان و داروهای توهم زاست که همه مردم ما به یکی از انواع قاچاقی و قانونیش مشغولند و هر کس با یک بار مصرفش دچار احساسات و دعویهای عرفانی می شود. در اینجا می توان این عرفان رایج را نام مستعار جنون و مالی خولیا دانست. بسیاری از بیمارانی که به روان پزشک رجوع کردند به سرعت دچار احساسات عرفانی شدند و مشغول ارشاد خلق و کشف و کرامات و انرژی درمانی و جن پرانی و غیره. از این دیدگاه بهتر میتوان فهمید که چرا اکثر این دکانهای عرفانی از آمریکا و بریتانیا وارد ایران شدند، زیرا آنها در مصرف این مواد روانگردان از ما با سابقه ترند و الستی و مشتقات آن را زودتر یافتند که یکی از پرطرفدارترین آنها آثار کارلوس کاستاندا می باشد که علناً برای رسیدن به عرفانش دعوت به مصرف الستی کرده است. بدین گونه که بشر مدرن به پیش می رود و هر روز یک مواد و داروی توهمزای قوی تری به بازار می آید، به زودی کل بشریت عارف می شوند و آنگاه نبرد جهانی بین این عارفان تماشایی است و همه مدعی نجات بشریت.